فیلم انگشت نما با بازی منوچهر وثوق و حاله محصول سال 1354. حجت با بازی منوچهر وثوق با عاطفه قرار گذاشته که اگر همسر مورد نظر خودش رو پیدا کرد دوستیشون رو قطع کنه. حجت با معصومه با بازی حاله قرار ازدواج میذاره، اما قاسم که جلال پیشواییان بازیش میکنه برای سر نگرفتن این ازدواج اسماعیل پدر معصومه رو به زندان میندازه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دیدی معصومه جون چه زحمتی، من اومدم یه خبری بهت بدم و برم. خوش خبر باشی. نه اتفاقا خبر خوشی نیست، ولی من وظیفمه که بگم و روشنت کنم. خب بگو ببینم. از من میشنوی بیشتر هوای شوهرتو داشته باش معصومه. شوهرم؟ چطور؟ دیشب تو بار پیش اون زنی که یه هر جایی دیدنش عاطفه رو میگم. ولی دیشب که حجت چرا یه خورده دیر اومد؟ تازه یه چیز دیگه، وقتی اومد خونه مستم بود. یعنی ممکنه حجت به من خیانت کنه؟ چرا ممکنه؟ ساخه من که بی خود بهت نمیگم معصومه جون. اصلا بذار رو کراس بهت بگم، کسی که خبر رو داد داداشم بود، اون که به من دروغ نمیگه. پس بگو چرا هر شب مست میاد خونه؟ آقا زیر سرش بلند شده. باز چارچشمی مواظب شوهرت باشی، وگرنه از چنگت میره. خلاصه از من گفتن دیگه، خودت میدونی. خب خرجو من باید برم. حالا چرا به این سودی؟ نه باید زودتر برم، چون اگه داداشم بفهمه تنها اومدم بیرون ناراحت میشه. خیلی خوب. خب دیگه با اجازه من رفتم، خدافظ. به سلامت فاتی جون، ازت ممنونم که زحمت کشیدی تا اینجا اومد. اختیار داری، وظیفم بود. بازم بهت میگم مواظب شوهرت باش، وگرنه کار دستت میده ها. میدونم چی کار کنم، بذارم شب دیگه من برسه خونه. قربونت. به سلامت، خوش اومدی. سلام. سلام، فرمایشی داشتین؟ حجت خونه است؟ نه خیر، تشریف ندارن. شما که باید بهتر بدونی. خب حالا که نیستش میخوام بیام تو چند کلمه باهات حرف بزنم، اجازه هست؟ بفرمایید. متشکرم. بفرمایید. مرسی. خب چه عجب از این برا؟ علت این که مزاحم شدم اینه. مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیم‌زاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از این که برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبر جوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر، مجتبی خودشو به عنوان ضارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چه داره؟ والا حقیقتش دختره. عوضی گرفتی آقا، خجالتم خوب چیزیه. چه تو مگه؟ اوی اینجا چیکار میکنی؟ در به در دارم دنبال تو میگردم دختر. چی رو برو اینگه نفهمیدی؟ من اومدم دنبال تو یه ساعته که اینجا علاقه. واسه چی اومدی اینجا؟ اینجا رو از کجا یاد گرفتی؟ ما اینی میگه بزرگ شده تهرانی رسی سرتا به گرد. اینقدر من نچست میبیننمون. خب ببینن اگه چی کار داریم میکنیم، جرم که نمیکنیم. خدا راه تو بکش دبورو برو دیگه. تو شهر شما اینطوری از مهمون پذیرایی میکنم؟ خدا بد میشی، دیگه نمیتونم پامو اینجا بذارم. تو محله انگشتم و یه مردم میشم. یعنی چی زبونت گاز بگی؟ کف نگو جونم، من ازت خوشم اومده، میفهمی دختر؟ بی خود. حالا بی خود یا با خود خوشم اومده، میخوام باهات پرت بزنم. اینجا که نمیشه. پس بگو کجا بیام، یه قولی، یه قراری، یه چیزی بگو دلم خوش بشه. فردا زور بیا تو پارک ملی. خداحافظ. زور پارک صمد رو به خاطر اینکه تو دعوا با انگشت به چشم بقیه میزنه به دادسرا میفرستن و دستشو با دستبند به دست یه مرد قاچاقچی میبندن. بین راه مرد قاچاقچی موفق به فرار میشه و مجبور میشن صمد رو هم با خودشون ببرن. بخشایی از فیلم صمد در راه اجرا رو با هم تماشا میکنیم. بپوشین، شما لباستون رو بپوشین. ما نگاه نمیکنم.
سلام. سلام. بوشین بذار ما این اسکار از اینجا بکنم، خدا بیامرز نامرحمه. لازم نیست بکنی، من لباسمو پوشیدم. ببینم کاپ قهرمانی رو تو بردی؟ آره دیگه، چیکار بکنم، قهرمان خوشبخت. نه چیزی. خب باریکلا، پس باید ازت بترسم. وقتی قهرمان هنگ کنگی رو شکست دادی، حتما حریف منم میتونی بشی. خب چی بگم، ما قهرمان کینگ کنگی تونو که شکست دادیم، شما که دیگه خوب میدونیم که ما و شما. میخوای با هم کاراته کار کنیم؟ والا شما علی کار باشی، خب ما هم هستیم. خب پس بیو جلو، امتحانش بیزره. ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده، بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخش‌هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بعدن تو شرکت میبینمت، شاید لازم باشه اون جشنی که خسرو گفت ترتیبشو بدی. باشه، بازم مثل همیشه از را نرسیده کار. بازم مثل همیشه قرض زدن تو از کار زیاد من. شب میبینمت محمود، خدافظ. باشه حتما. خب که چی؟ حالا چی؟ خوشحالی که برگشته؟ وضع من و تو چی میشه؟ پیش از این که بره و گم بشه، وضع من و تو چی بود؟ من تو رو دوست دارم پسر، اما میخوام زن اون بشم، برای اینکه اون پول بی حسابی داره. ولی آخر؟ ولی نداره عزیز دلم، تو همون دوست مهربون و یک رنگ برای پرویز باقی میمونی. ما همدیگر رو میبینیم و خیلی هم بیشتر. میفهمی که بعدش هم خدا میدونه چی میشه، شاید یه دفعه دیگه گم بشه. اما این دفعه دیگه من زنشم، شرکت و سرمایهش عوض این که تو دست خسرو بیفته تو دست منه. میفهمی که عزیزم؟ تو از هر شیطونی شیطون تری عزیزم. حالا چیکار کنیم؟ من چی؟ راد که به رابطه ی خواهرش با مردی بدبین شده، هر دو رو توی آتیش میسوزونه و به کلبه‌ای توی جنگل فرار میکنه. صاحب کلبه متوجه گذشته ی راد میشه و به کمک اهالی آبادی راد رو از پا در میاره. بخشایی از فیلم خورشید در مرداب رو با هم تماشا میکنیم. چیشه؟ اونو گرفتیش؟ نه، نتونستم، گمش کردم. خب پس نتونستی بگیریش؟ باید میگرفتمش؟ نمیدونم، همیشه از این آدم ها تو جنگل زیادم، فقط بابام یکم متعصبه.
اگه اون مرد رو میدید حتما میکشتش. چرا باید میکشتش؟ آخه تو که بابامو نمیشناسی، اگه فکر کنه کسی میخواد به من و سمند آزار برسونه دیوونه میشه. براش دوست و دشمن فرق نمیکنه، خون به پا میکنه. نه نکنه دلت براش میسوزه؟ من دلم واسه کسی نمیسوزه، فقط میخوام آروم باشیم، آروم زندگی کنیم. دیگه خسته شدم، بس که جنگ و گریز داشتیم. میدونی آدم ها بد نیستن، فقط این جنگلی که نمیذاره کسی آروم باشه، آروم زندگی کنه. آره میدونم. حالا بگو چی کارش کردی؟ گفتم که ندیدمش، گمش کردم. سمند، من اومدم. بیا بیرون از کمزن. منتظرم نبودی. آره الان اسبمو میبنده و میام پیشت. اونم چه اومدنی، با شراب میام. به اون پسره بگو بعد امشب جشن بگیریم. خب مسئله معروف که میگن، نخود نخود، هر کی رود خانه خود.